درود دوستان و عزیزان، در خدمتون هستم برای فال ماهانه اردیبهشت ماه. امیدوارم در هر کجایی که هستین حال دل شما خوبه خوبه خوب باشه. دوستان عزیز، این ویدیو در دو قسمت هست. قسم یک قسمت مربوط به عزیزان متولدین نیمه اول سال هست و این ویدیو که شما دارین نگاه مشاهده میکنین مربوط به عزیزان متولدین نیمه دوم سال هست. من مثل همیشه با اولین ماه شروع میکنم، سخن کوتاه میکنم و میرسم به عزیزان متولدین مهر. سلام به دوستان و عزیزان متولدین مهر. دوستان عزیز، ببینیم چه خبر است در انرژی های شما در اردیبهشت ماه. عزیزان دل، من مثل همیشه برای کارفال های ماهانه از کارت آرکان های ماژور یا تاروت کبیر استفاده میکنم برای اینکه ببینیم که انرژی که از طرف کائنات به سمت شما میاد چه انرژی هست و بعد از کارت های عدد شناسی هم استفاده میکنیم. خب من یک کارت براتون میکشم ببینیم که این کارت بهتون چی میگه. خب اوکی، و کارت بعدی رو خب دوستان، یک کارت عدد شناسی و یک کارت تاروت کبیر. کارت کبیر حرف از تغییر بزرگی میزنه که این ماه کائنات دارن به سمت شما میفرستن. چیزی که از گذشته باقی مانده رو باید بذارین کنار. کائنات شما رو هول میدن در این راستا که گذشته ای رو باید روش کار کنین، تمام بشه بره و نمیتونیم تا ابدالعمر در یک سری از به قول معروف با موی تعفن مسائل گذشته، مسائل سختی که بر ما گذشته، باقی بمانیم و باید اونها رو یه بار برای همیشه تموم کنیم و بذاریم کنار. عدد 7 براتون از نظر عدد شناسی افتاده و اینجا دارم میبینم که عدد 7 حرف از این میزنه که من متفاوت هستم و من به خودم ایمان دارم. پس تفاوت‌های خودتون رو شاید با اطرافیانتون، با محیطی که در اون هستین رو جلوی صحنه دارین میگذارین و میگیم نگاه کنین من کی هستم. و اینکه میدونین که خودتون مثل دیگران رفتار نمی‌کنین، شاید یه مقدار رفتارهای خاصی خودتون رو داشته باشین، عادات خاص خودتون رو داشته باشین و بیشتر روی کارهایی که انجام میدین متمرکز هستین و به یه رابطه‌ای که در اون هستین یا روابط دور و بریتون یک جهتی دارین میدین. آنچنان روی مسائل مادی این ماه دارم اینا متمرکز نیستین دوستان و خیلی فروتن عمل میکنین و به دنبال این هستین که دانش خودتون و آگاهی خودتون رو در اختیار دیگران بذارین. خب عدد 7 رو من براتون خوندم. عدد 7 همیشه حرف از تلاش هم میزنه دوستان، حرف از یک مقدار درایت هم میزنه. خب ببینیم با هم دیگه کارت های دیگه چی بهتون میگم. من اول از تاروت استفاده میکنم، بریم ببینیم که تاروت در ارتباط با انرژی های شما چی بهتون میگه و بعد میریم سراغ ابعاد مختلف زندگی شما. تاروت و بعد از یه اوراکل استفاده میکنم برای خواندن انرژی های برجسته شما و بعد میریم سراغ ابعاد مختلف زندگیتون. خیلی خوب، من کارت ها رو مخلوط کردم ببینیم چه خبره. اولین کارتی که با شما همراهی میکنه، ببین دوستان عزیز، ماهی هستش که دارم میبینم که اینجا پشت کار شما زیاد هست، انرژی شما محتاط هستم، آهسته حرکت میکنم، میدونم که یک سری از مسائل برای اینکه بخوام به ثمر برسم، به نتیجه برسم، احتیاج به زمان داره و اینکه راه خودم رو میشناسم، هدفم رو میشناسم، زمان رسیدن به هدفم برای من مهم نیست، بلکه چگونگی رسیدن برام مهم هستش. اینجا انرژی کسی دارم میبینم که واقعا با اون تلاش‌های روزمره خودتون، با پشت کاری که در هر دامنه‌ای که هستش دارم میبینم، اینجا فراوانی رو دارین به سمت خودتون میکشین، یک خوشحالی از نظر خانوادگی، از نظر مادی من اینجا برای شما دارم میبینم، از نظر کاری حتی. و اینجا دارم میبینم که با خودتون راست هستین دوستان عزیز. این ماه ماهی هستش که احساس میکنم که روی خودتون کار میکنین و اینکه ممکن هستش که یک مسئله جدیدی برای شما اتفاق بیفته که در این راستا که در اون فراوانی دارم میبینم، مسئله بسیار خوب دارم براتون میبینم، اینجا انرژی اون رو دارم که بخوام پا در یک دوره جدید بذارم.
خب 10 و 1 تقریبا سرباز تقریبا مثل همون 1 میمونه دوستان. عدد 10 یه دوره داره تمام میشه، یه دوره بسیار خوب به اون موفقیت هایی که باید خواهین رسید و فراوانی از نظر از آن شما هست. و کارت بعدی حرف از انگیزه شما میزنه و راست بودن با خودتون میزنه دوستان عزیز. یک سریاتون دارم میبینم که روی خودتون خیلی دارین خوب کار میکنین، از هفتم اینجا این حرفو بهمون میزنه. خب انرژی که بیشتر از همه چیز دوست می‌خواید داشته باشین توی زندگیتون، دوستان عزیز دوست دارین که احساس در زندگیتون باشه. شاید یک رابطه احساسی بسیار خوبی رو دوست دارین داشته باشین. به هر حال کارتی هستش که میخوام درست تصمیم بگیرم، میخوام احساسات من برای من ایما مهم هستن و اینکه من دلم میخواد که افرادی که باشون در ارتباط هستم هم احساس با من باشن، منو دوست داشته باشن، یعنی که من دوست داشتنی هستم و میخوام اینو دیگران بدونن. انرژی مثبتی که به سمتتون داره میاد دوستان توجه کنین. یکی دارم میبینم که داره تلنگری بهتون میخوره که باید بسازین چیزی رو، که چیزهای خراب گذشته رو بندازم بیرون یک بار برای همیشه، یک خانه تکانی اساسی بکنم. برای یک سری ها ممکن استش که از نظر واقعا مسکنی هم یک مسئله خوبی برای شما اتفاق بیفته. در ارتباط با انرژی دوستان عزیز، انرژی که کمکتون میکنه این شور و شعف شما هستش دوستان عزیز، این اراده شما هستش و برای زندگی دوستان. مثل دقیقا این کارت سرباز چوب هستش، سرباز چوب هم به همین صورت هستش، یعنی انگیزه داره، پا در راه جهتی میذاره. اینجا هم به همین صورت دوستان، انگیزه که شما دارین توی زندگیتون کمکتون میکنه و چالش شما این هستش که اعتماد کنین به سرنوشت دوستان و اینکه مطمئن باشین که خیلی از مسائل زود گذر هستن. اگر شما نگاه کنین کادر همه اینها سیاه هستش دوستان، کادر سیاه یعنی که آرکان ماژور، یعنی مسائل بسیار مهم. به جز این چاکرا و این چاکرا هم اینجا تقریبا کارت های مهم هستن که به صورت کادر سیاه برای شما اینجا ارائه شده توی این دسته کارت ها. خب ببینیم با هم چه خبر در کارت های تاروت دوستان. بریم ببینیم که تاروت در چه چیزی بهتون میگه از نظر احساسی. عزیزان دل دارم اینجا میبینم که از نظر احساسی دوستان حرف از این میزنه که مثل این میمونه که من میخوام بسازم، درست میخوام بسازم، متفکر هستم، از دیگران هم یاری میطلبم که کمکم کنن، شاید یا شخص خاصی در راستایی که هستم، در راهی که هستم کمکم کنن که خوب فکر کنم و اینکه راه خوب رو به من نشون بدن. از جانبی دارم میبینم که عزیزان دل مثل این میمونه که شما فاصله گرفتین یا کسی فاصله گرفته از شما و خود سعی میکنین خودتون رو رها کنین دوستان. خب ممکن استش که خودتون رو از نظر نگاه دیگران، نگاهی که به زندگی شما دارن هم خودتون رو رها کنین. بیشتر هدف شما این هستش که به سمت یک مسئله بهتر برین و بسازین. برای سری دوستان عزیز دارم میبینم که احتمال اینکه کسی از شما دور شده باشه زیاد هستش، کسی که شاید باهاش شما احساس میکنین که میکردین که پروژه های مهمی رو میتونین با همدیگه داشته باشین. از نظر کاری دوستان خب یک مقدار خستگی دارم میبینم، کار شما با احساسات شما مثل میمونه که با هم دیگه وصل هستش و خستگی دارم میبینم. خستگی دارم میبینم ممکن هستش که مایی هستش که در کارهای شما، حالا خبر خوب این هستش که 9 و 10 به هم با هم هستن، حالا روزمره شما هستش، کاری که در اون هستین هستش دوستان که شما رو خسته کرده و بار شما رو سنگین کرده. خبر خوب این هستش که دارم میبینم با تمام سنگینی هایی که ممکن است در دامنه کاری باشه اینجا شما دارین استقامت میکنین، برای که میدونین به خودتون میگین که خوشبختی از آن من خواهد بود. خسته که باشه مقدار احساساتمون هم تحت تاثیر قرار میگیره. خبر خوب دوره سختی داره به پایان میرسه برای شما، سنگینی ها دارن حرکت میکنن و از زندگی به قول معروف کاری شما دارن میرن، بار سفر رو میبندن و میرن. خب عزیزان بریم ببینیم با هم دیگه در دامنه مالی شما چه خبر است. در دامنه مالی برای شما خوشحالی دارم میبینم، هرچند در دامنه کاری خستگی بود، در دامنه مالی خوشحالی دارم میبینم و شروع یک مسئله که حال دل شما رو خوب میکنه دوستان. شروع پروژه، مسئله که شاید خیلی وقت هست بهش فکر میکنین و در موردش با کسی هم صحبت نمیکنین و این مسئله هستش که حال شما رو خوب میکنه و اینکه شما رو به سمت یک تعادل میبره. یعنی دقیقاً این کارت خود شما عزیزان مهرمایی هستش، کارت عدالت و اینکه دارم میبینم که دو تا کفه های ترازوتون
رو دارین یکسان میکنین. در ابتدای یک دوره هستین، گماس گماس، همونجور که انرژی شما اون بالا اینجور بود که یواش راه میرم، آهسته حرکت میکنم، آسته برو آسته بیا که گربه شاخت نزنه، و اینکه کم 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 راه خودم رو دارم هموار میکنم. اون آهسته رفتنم شاید به خاطر خستگی هایی هستش دوستان که جاهای دیگه شما دارین، و به طور کلی شما عنصر هوا هستین، و اینکه تفکر و عقلانیتتون بهتون میگه که یواش برو. دوستان عزیز این فال شما بود، امیدوارم که خوشتون اومده باشه. من روی ماهتون رو میبوسم و بهتون میگم روز و روزگار خوش و تا فال دیگه خدا نگهدار. سلام به دوستان و عزیزان متولدین آبان. عزیزان دل، ببینیم با هم دیگه چه خبر است در انرژی های شما در اردیبهشت ماه. دوستان عزیز متولدین آبان، من مثل عزیزان ماهای دیگه برای شما یک کارت از آرکان های ماژور تاروت کبیر میکشم، ببینم چه انرژی با شما همراهی میکنه. و بعد دوستان عزیز با هم دیگه یک کارت هم از کارت‌های عددشناسی براتون می‌کشم، ببینیم که از نظر عددشناسی شما دوست عزیزی که دارین نگاه می‌کنین در چه انرژی‌های تشریف دارین. خب عدد 4 براتون. خب ببینید عزیزان دل، من اینجا چیزی که دارم میبینم این هستش که در این ماه دارم میبینم که این کائنات به سمت شما انرژی تلنگر رو دارم میفرستن. احساس میکنم که ممکن هستش که یه مقدار احساس کنین غافلگیر شدین. برای چی؟ برای که کائنات یه وقتایی وارد صحنه میشن، اون چیزی که دیگه به درد شما رو نمیخوره یک بارگی حالا یا چشمتون رو باز میکنن یا اینکه یه جور یه فورسینگی میکنن که شما اون رو بذارین کنار. خب پس این کارت غافلگیری ممکن هست واقعا اینجا باشه. به هر حال هر چیزی که هست ممکن هستش که چیزی برای شما آشکار بشه، دستتون بیاد و یه مقدار غافلگیر بشه. خب عدد 4 براتون افتاده. عدد 4 کائنات به سمت شما انرژی کار رو میفرستن. کار میکنم و کار میکنم و آماده میکنم و یواش یواش مرحله به مرحله جلو میرم. من عالی نگاه میکنم، من ارجحیت های خودم رو مشخص میکنم و من به هر کاری که میکنم یک شکل و فرمی میدم. من صبور هستم و عجول نیستم و با راه و روش جلو میرم و نظم و ترتیب رو در کارهام وارد میکنم. خب حالا از کارت های تاروت من استفاده میکنم دوستان، برای اینکه با همدیگه بریم ببینیم که تاروت چه چیزی رو در ارتباط با انرژی های شما بهتون میگه، و بعد از تاروت میرم سراغ اوراکل دیگه که از انرژی های برجسته شما رو برام ببینم چه خبر هست از انرژی های برجسته شما دوستان عزیز. خب بریم ببینیم انرژی های شما چه خبر هست. اولین کارتی که اینجا افتاده، اینجا حرف از عدالت هستش. عدالت دوستان توجه کنین، حرف از برقراری تعادل در زندگیتون میزنه. ببین این ماهی هستش که یک خودتون دوست دارین که زندگیتون به یک تعادل برسه. هر تصمیمی که میخواییم بگیریم و هر کاری که میخواییم بکنیم بر اساس واقعیت انجامش میدم. به حس ششم اما به احساساتم رجوع نمی کنم. ممکن ازش که ماهی باشه که در این کارهای اداری شما هم همچنین زیاد باشه دوستان. خب کارت بعدی دارم میبینم که کارتی هستش که در ذهن خودم هستم و میخوام یک شروع داشته باشم در این ماه، و این میخوام یک چیزی از گذشته رو چیکار کنم، صاف و راست و ریستش کنم، درست کنم، حل کنم، بذارمش کنار. و این کارت شمشیر همیشه دو لبه داره، یک لبه روشن میکنه و یک لبه میبره دوستان. اینجا حرف از این میزنه که یک روشنی ذهن رو دارم و اینکه تصمیماتی که میخوام بگیرم تصمیماتی باشن که بر اساس ذهنم باشه، عقلانیتم باشه و بهترین تصمیم رو بگیرم. و کارت بعدی رو ببینیم با هم دیگه. و کارت بعدی دوستان دارم اینجا دو تا یک کارت دیگه دارم ببینم که در ارتباط با چی، در ارتباط با مسائلی که برای شما یا در یک استاندبای هستن یا دست و پاگیر شدن الان برای شما. دارم اینم سعی میکنه این که با نگاه کردن به واقعیت دوستان نقطه نظر خودتون رو از روی یک سری از مسائل
عوض کنین و حتی اگر که جایی حس میکنین که قربانی شدی، ببینین برای چی اتفاق افتاده. اگر جایی مسئولیتی هست، ببینین برای چی اتفاق افتاده و یک راه حلی رو پیدا کنین. و همچنین خودتون هم اون جایی که باید بایستین میایستین و اینکه سعی میکنین که موقعیت خودتون رو عوض کنین، ببینین مسائل چه خبر هستش دور و بر شما در زندگی شما. خب من از کارتای اوراکل استفاده میکنم برای اینکه اوراکل استفاده میکنم برای اوراکل پیسیشه که قلبش میگن، برای خواندن انرژی های برجسته شما. ببینیم با هم دیگه در چه انرژی هایی تشریف داریم. خب انرژی که شما دلتون میخواد داشته باشین همین انرژی هست که دارینش دوستان. این که نگاه کنین مسائل رو، یه مقدار بیننده باشین و اینکه سعی بتونین نگاه خودتون رو روی یک سری از مسائل عوض کنین. خب انرژی این که بخواین یک سری از مسائل رو در زندگیتون متوقف کنین دوستان، دوستان داشته باشین. حرف از شفا هم میزنه دوستان، اوکی؟ احتمال اینکه یک سری از شما شاید خدای نکرده یک ناراحتی جسمی، فیزیکی یا روحی داشته باشین و این ماه ماهی هستش که شاید احتیاج به یک درمان یا یک شفا داشته باشین. در ارتباط با دوستانی به هر حال به این مرحله برسین. در و همچنین کارتی هستش که حرف از معنویت هم میزنه دوستان. خب یک معنویت بالاتر شاید باید داشته باشین چون خیلی در ذهنتون هستین. در ارتباط با انرژی مثبتی که با شما همراهی میکنه دوستان عزیز، انرژی این هستش سخاوتمندی هستش. آنچه را که میدم دریافت میکنم. دیگران دور و بر شما من احساس میکنم که با شما سخاوتمند هستن و همچنین اون جوری که خودتون دوست دارین عدالت برقرار باشه و مسائل عادلانه نگاه میکنین، پس همون کاسه رود جایی که باز دارد قدح و همون جوری که شما دارین از خودتون مایه میذارین همونو دارین دریافت میکنین و برقراری تعادل رو من اینجا دارم میبینم. پس انرژی های شما با چیزایی که به سمتتون داره میاد هم خوانی داره و اما در ارتباط با چیزی که کمکتون میکنه دوستان این هستش که تصمیم گرفتین که با ترس های خودتون مدارا کنین و رو به رو بشین. و از اونجایی که تصمیم گرفتین با ترس های خودتون مدارا کنین، من دارم میبینم که یک مقدار از زیر و بم خیلی از مسائل اینجا دارم میبینم که مطلع خواهید شد. خب و اما چالش شما این هستش، چالش شما انرژیتون هستش، همون انرژی بالاتون هست. پس چون در انرژی شما اینجا هست، پس من دیگه نمیگم این چالش رو شما قادر هستین که روشن سازی کنین روی اون جایی که ببین دارم میرم توی دل شکم، توی دل و شکم مشکلات و دارم روشن سازی میکنم. من احساس میکنم از پسش برخواهید آمد. خیلی خب ببینیم که کارت های بعدی رو چه خبر هستش، در چه چیزی میگه بهتون در این کارت ها در ابعاد مختلف زندگیتون. خب دارم میبینم دوستان عزیز احتمال اینکه شما در وارد یک مکالمه بشین با شخصی روی شبکات اجتماعی در دامنه احساسی زیاد هستش. احساس میکنین که با این شخص شاید شما میتونین درست بسازین، حتی میتونین با همدیگه یک مسئله قشنگی رو بسازین و ممکنم هست حتی از نظر کاری از نظر شغلی هم شما به همدیگه خیلی نزدیک باشین دوستان. خب و اینکه با همدیگه میتونین با همدیگه تفاهمات و تعاملاتی در این دامنه داشته باشه. به هر حال یک مسئله هست، شروعی هست که دارم میبینم اینجا داره سرعت میگیره و جلو میره و پیشرفت میکنه و پیشرفت خوبی هم خواهد داشت. فقط مواظب خشمتون باشین عزیزان دل. در ارتباط با مسائل کاری شما دوستان عزیز، من اینجا چیزی که دارم براتون میبینم در ارتباط با مسائل کاری، مسئله خوشحالی دارم میبینم، پول دارم براتون میبینم، روزمره‌تون حالا هر چیزی که هستش و اینکه دارم میبینم که اینجا حالا نمیدونم چه کار کنم. پول دارم میبینم، فراوانی دارم میبینم، ولی این مثل این میمونه که دور بر شما موقعیت باشه ولی من یه چشم بند بر چشمم دارم و نمیدونم چگونه بهش بخوام برسم. یا اینکه پولی رو من دارم، کاری این کاریتون فراوانی رو من دارم، موقعیت کار رو من دارم ولی قادر نیستم به سمتش برم. یه مقدار کورمال دارم در ارتباط با زندگی مادیم حرکت میکنم و اینجا دارم برای شما دارم میبینم که برقراری تعادل دارم میبینم. تلاش خودتون رو در دامنه کاری خواهید کرد که به یک تعادل برسین دوستان. انعطاف پذیری داشته باشم،
کاریتون، روزمرتون، قضایی، اداری، هر چیزی که مد نظرتون هست. برگشت صلح و آشتی دوستان دارم میبینم و اینکه برقرار شدن تعادل دارم براتون میبینم. خب و اما در ارتباط با زندگی مادی شما، یه مقدار زندگی مادیتون یه مقدار دارم میبینم که اینجا ممکن استش که خسته باشین و کفگیر به ته دیگ رسیده باشه و اینکه خسته هستین از اینکه از زندگی مادیتون، چون شاد شارژ شما بالا هست و خرج شما خیلی بالا هست و این خستگی رو دو بار دارم میبینم. مثل اینه کسی که احساس کنه که من قربانی شرایطی هستم و این خبر خوب این هستش که دو تا ده اینجا افتاده و دو تا ده این هستش که به یه آخر یک دوره دارین میرسین و دوره جدیدی پیش روی شما باز خواهد شد که بهتر خواهد بود و اینجا دارم میبینم حرف از ساخت و ساز میزنه. یا پروژه خیلی بزرگی دارین که برای این پروژه ممکن ازش احتیاج به مادیات داشته باشین و براتون سنگین هستش و اینا دارم میبینم دوستان عزیز پروژه‌های برحال به زندگی مادیتون هم قادر خواهید بود که سر و سامانی بدید. دوستان عزیز این فال شما بود و میبرم که خوشتون اومده باشه. من روی ماهتون رو میبوسم و بهتون میگم روز و روزگار خوش و تا فال دیگه خدا نگهدار. سلام دوستان و عزیزان متولدین آذر. عزیزان دل ببینیم با همدیگه چه خبر است در کارت‌های شما برای اردیبهشت ما. من این کارت رو از دوستان عزیز متولدین آبان هنوز جمع نکرده بودم. خب من دو تا کارت براتون میکشم از کارت های آرکان های ماژور و همچنین از کارت های عدد شناسی. ببینیم با هم دیگه کائنات چه انرژی رو به سمت شما میفرستن و بعد ببینیم بیشتر وارد جزئیات میشه. خب ببین چه خبره. اولین کارت اوکی اینو براتون کشیدم. و اما ببینیم که در ارتباط با انرژی عدد شناسی بر شما عدد 9 هستش. خب کارتی که اینجا افتاده مثل میمونه که روی کائنات یک انرژی خاصی دارن به سمتتون فرستن که بتونین مسلط بشین به یک سری از مسائل، مخصوصا اگه خشم دارین به خشمتون مسلط بشین، اگه به دنبال مادیات هستین مادیاتتون رو بهش مسلط بشین، به دنبال هر چیزی که هستش مسلط بشین، اگه وابستگی های بد هستش اونها رو از بین ببرین. به هر حال یه قدرت خاصی رو من اینجا دارم میبینم. از جانب دیگه عدد 9 رو براتون داره افتاده. از نظر عدد شناسی 9 همیشه یکی مانده به 10، یعنی به آخر یک دوره تقریبا رسیدن. دارم میبینم اینجا میگین که من بخشنده هستم و اینکه همدردی خودم رو اعلام میکنم و من بخشندگی خودم رو هم نشون میدم و نقطه نظر خودم رو، پرسپکتیوم، چشماندازم رو گسترش میدم، وسعت بهش میدم و از اینکه بخوام خودم روی خودم در روی خودم ببندم میپرهیزم. من درک میکنم دیگران رو، من میرم به سمت دیگران، مسافرت میرم و اینکه احساسات خودم رو و حساسیت‌های خودم رو بیان می‌کنم و بیشتر به مسائل جمعی فکر می‌کنم. اوکی. حالا بریم ببینیم با هم دیگه تاروت چه حرفی می‌زنه به شما در این ارتباط‌ها. آیا تاروت هم با شما همچون نسبت به شما همچون نظری داره؟ خب یک کارت اینجا افتاد. من این کارت اینجا نگهش می‌دارم. کارت دیگر رو دوستان ببینید، مثل این میمونه که شما این ماه در انتظار یک مسئله هستین. توجه کنید کارت وسط این حرفو میزنه. شرایطی که در اون هستین شرایطی هستش که یک حبابی دور خودتون کشیدین و کسی به شما دسترسی نداره و شرایطی که در اون هستین آنچنان رضایت بخش نیست براتون. یا منتظر یک مسئله هستین دوستان عزیز، یا اینکه دوست دارین که شرایطی که در اون هستین تغییر کنه و برای این انرژی کامل رو دارین. دوستان سرباز و ملکه، از سرباز داریم میرسیم به ملکه عزیزان دل. انرژی اون رو دارین که یه لگد در شرایطتون بزنین و اینکه اقداماتی رو انجام بدین. اقداماتی که با اولا که در راستا و جهت همون چیزی که شما میل دارین، مد نظرتون هستش و اینکه اقداماتی هستن که با مسئولانه، خب با جرأت و با نرمش دوستان.
نه اینکه یه مرتبه زمخت یا خشن بخوام برم کاری رو انجام بدم. شرایطی که در اون هستم احتیاج به اون داره که من با خودم رو راست باشم و کارهایی که انجام میدم، اقداماتی که انجام میدم باعث میشن که من از به هر حال به نتیجه ای برسم، در ابتدای راهی قرار بگیرم. ممکن استش که دلتون برای شخصی تنگ شده باشه این ماه دوستان، و یا اینکه شخصی در کنارتون شما باشه که کمکتون کنه. خب بریم ببینیم که اولین انرژی که با شما همراهی میکنه چه انرژی هستش دوستان عزیز؟ اولین انرژی که با شما همراهی میکنه دوستان عزیز، حرف از میزنین که دوست دارین داشته باشین، به نظر من این هستش که لحظات سخت تمام بشه، بفهمم چی میخوام توی زندگی و یک انرژی خاصی داشته باشم که بتونم در همه صحنه ها بتونم مبارزه کنم، خب در همه جبهه ها باشم. ولی بیشتر از همه به نظر من این هستش که بتونم انرژی اینو داشته باشم که از پس همه چیز بر میام و بدونم چی میخوام. بعدش میرسیم به مرحله، بعد از این کار مرحله که من میدونم چی میخوام و به سمت اون به قول معروف راه درست میرم. انرژی مثبتی که به سمت شما داره میاد دوستان عزیز این هستش یک حالت اتحاد، یک حالت هماهنگی، یه حس خوب داره به سمتتون میاد. حتی برای اون دوستانی که ممکن هستش که مسائل احساسی برای شما مهم باشن، احتمال این که دوستان شما با شخصی وارد یک رابطه بشین زیاد هستش. و ما در ارتباط با انرژی چیزی که کمکتون میکنه، این انرژی مثبتی بود و این هم انرژی که کمکتون میکنه، همیشه داره حرکت میکنه در زندگیتون و شما در راه بسیار خوب و قشنگ قرار دارین که به سمت مسئله که مد نظرتون هست، هدفتون بخواییم برسیم. راه موفقیت هست، حرکت افتاده، مسائل همینجور باقی نمیمونن مثل اون کارتی این وسط گفتاده بود و چالش شما این هستش که درس بگیرین دوستان، درس بگیرین عزیزان دل و اینکه از تجربیات خودتون استفاده کنین، از دیگران، از افرادی که شاید فهم کنین کارشناس یک مسئله هستن، باید تقاضای کمک کنید و ببینیم با هم دیگه کارت های دیگه بهتون در ارتباط با انرژی های مختلفتون چه چیزی رو میگه. این کارت حرف از ممکن هستش برای یک سریاتون دوستان در خانواده یا در سنتی هستین که مقداری دست و پاگیر هستش، پس این میشه چالش شما که بخواین ازش در بیاین. حتی ممکنه که یه سری در یک ازدواجی باشین که دست و پاگیر شده براتون، چالش شما ممکن هستش که همین ازدواج شما باشه. در ارتباط با زندگی احساسی تو ببینیم چه خبره دوستان. خب دارم میبینم که اینجا باز هم مثل حالت منتظر موندن، منتظر این هستم که موقعیتی سر راه هم قرار بگیره و چشم راه هستم و اینکه برنامه ریزیم دارم میکنم و نمیخوام بیگدار به آب بزنم و پر از امید هستین. امید دارین که اون شخصی که باید وارد زندگیتون خواهد شد. ببینین احساس میکنم که در زندگی احساسی شما چشم به راه هستی یا واقعا همونجوری که بالا بهتون گفتم منتظر کسی هستین، یا اینکه نه، یا اینکه به طور کلی الان شاید موقعش نیست، هنوز کسی اون در اون افق من نمیبینم ولی امید دارم که این مسئله اتفاق بیفته. و اینجا دارم میبینم که برای شما هر دو تا آرکان ماژور براتون افتاده، مثل میمونه که یه سریاتون ممکن هستش دوستان حرف از آشتی بزنن، به کسی در گذشتهتون دارین فکر میکنین و به سمت برگشت دارین فکر میکنین ولی شاید منتظرین بهتون گفتم ممکنه منتظر کسی هم باشین اینجا، ولی شاید الان لحظهش نرسیده، موقعش نرسیده و اینکه قصد دارین که اگر این شخص، حالا این شخص یا شخص دیگه‌ای که در زندگی شما بشه دوستان، بیا واردش بشه، اولا که جایگاهش خودتون رو مشخص کنین، جایگاه اون شخص رو هم مشخص کنین و همه چیز روشن باشه. دلتون میخواد خودتون رو رها کنین و یک جان دوباره بگیرین در ارتباط با زندگی احساسی. در ارتباط با زندگی کاری شما صحبت زیاد میبینم و اینکه
ببینید دوستان، بله صحبت دارم میبینم، اینجا دارم مکالمه میبینم، مکالماتی که رد و بدل میشه، حرکت دارم میبینم در زندگی کاریتون. اینجا ممکن هستش که با متخصصی، با شخصی که یونیفرم پوش هستش، دارم میبینم مشاوره هایی رو دارین، یا اینکه شما خودتون هستین در دامنه کاریتون که متخصص اون دامنه هستین، که دیگرانی هستن که به سمت شما میان و یا میل همکاری و مشارکت و شراکت رو با شما دارن، یا اینکه به طور کلی از شما مشاوره میطلبن. به سمت یک ساخت و ساز درست حسابی میرین، به هر حال در کاری که دارین انجام میدین تبحر خودتون رو دارین و شوخی نمی کنین اینجا کلا. در ارتباط با مسائل مادی دارم برای شما مادیات خوب میبینم دوستان عزیز، و همچنین برای شما عزیزان دل دارم میبینم یک شروعی که در اون دوره‌ای که در اون دارم میبینم که پروژه هایی هستن که به شما انگیزه میدن، و این انگیزه باعث میشه که حال شما خوب باشه و مادیاتی رو که باید، فراوانی که باید آیدتون بشه. و کارت بعد رو نگاه کنیم. بله دارم میبینم که از نظر مادی، زندگی مادیتون با تلاش هایی که دارین انجام میدین عزیزان دل، به وارد یک هماهنگی و یک صلح و آرامشی داره میشه. به هر حال این چیزایی بود که میتونستم بهتون بگم عزیزان دل. امیدوارم که خوشتون اومده باشه. من روی ماهتون رو میبوسم و بهتون میگم روز و روزگار خوش و تا فال دیگه، خدا نگهدار. سلام به دوستان و عزیزان متولدین دی. عزیزان دل ببینیم با همدیگه چه خبر است در انرژی های شما در اردیبهشت ماه. من از کارت های تاروت کبیر استفاده می کنم برای خواندن انرژی که از طرف کائنات برایشون به سمت شما میاد، و همچنین از کارت های عددشناسی هم استفاده می کنم. این یک کارت، و ببینیم کارت های عددشناسی به چه صورت هست برای شما. من از کارت های عددشناسی رو استفاده می کنم، برمی‌دارم میکنم براتون، ببینیم از نظر عدد شناسی شما در چه انرژی های تشریف دارید. خب یک کارت موند، همین رو برمیدارم براتون، عدد 4 براتون افتاد. خب از نظر کائنات به سمت شما نور و روشنایی رو دارم میفرستم. به سرانجام رسیدن، خوشحالی، رضایت از شرایطتون، شفافیت، موفقیت، و به اینکه دارم میبینم که آبرو، عشق، زندگی با شما یار هست. عدد 4 اینجا افتاده، حرف از کار و آماده سازی میزنه، آماده میکنم و اینکه درست انجام میدم کارامو و ارجحیت های خودم رو مشخص میکنم، و اینکه دارم میبینم که اینجا میگین که من صبور هستم و از اینکه بخوام عجله کنم در کاری میپرهیزم. با راه روش درست جلو میرین و در هر کاری نظم و ترتیب رو برای خودتون میذارین. دوستان پس اینجا کارتی که داره حرف از این میزنه که 4 حرف از نظم و ترتیب، حرف از به اجرا گذاشتن برنامه‌های پروژه‌های زندگیتون هستش، و اینکه به هر حال از 3 گذشته اینکه در تفکر و در صحبت بودین، و در 4 انجام، به انجام رساندن هستش. خب و انجام رساندن و با کارت خورشید که اون بالا هستش، ببینید دارم میبینم که به یک چارچوب قشنگ و زیبا و موفقیت آمیزی دارین دست پیدا میکنیم. ببینیم با هم دیگه کارت های دیگه بهتون چی میگن. 3 تا انرژی که انرژی های خود شما هست دوستان عزیز، ببینیم که این 3 تا انرژی چه انرژی هایی هستن. اولین کارت، ببین انرژی که شما با هم دارین اینجا، انرژی شادی دارم براتون میبینم، شادی دارم براتون میبینم، و اینکه دارم میبینم که دور و برتون شاید افرادی هستن در اون شبکه اجتماعی که دارین، دوستانی هستن، کسانی هستن که شما در اون شبکه حال خوبی دارین. ممکن هستش هم که در حال حاضر روابطی که سر راهتون قرار میگیرن، حالا در هر رابطه‌ای که باشه، هدف شما این هستش که حال شما رو خوب کنن دوستان. و کارت بعدی خوشحالی و خوشبختی دارم، مثلا جشن و پایکوبی و سرور، و در کنارش یک خوشحالی خوشبختی مطلق، مثل میمونه که مسائل همون جوری که شما دلتون بخواد دارن جلو میرن توی زندگیتون، و شما رو به یک سرانجام خوب دارن میرسونن. و اینجا دارم میبینم که کاری، مسئله یک هست که برای اون خیلی تلاش کردین، زحمت کشیدین، استقامت کردین، و اینکه با برنامه جلو رفتین و پیشرفت کردین. دوستان عزیز اینجا این کارت، کارت افرادی هستش که یه مقداری دارم میبینم که برای رسیدن به این مرحله ای که دارین میرسین، من تو رو آسان نیاوردم به دست، یعنی که زحمت های زیادی رو کشیدین، و اینکه شاید رنج هایی رو در این راه متحمل شدین، و امروز دارم میبینم که خوشحالی و خوشبختی با شما یار هست و همراه هست، و چقدر خوب دوستان. ببینین اینجا 10 هست، اینجا 9 هست، چه بخواین چه نخواین، دوره ای داره به پایان میرسه، یک سری از سختی ها به هر حال دارن زندگی شما پر میکشن و میرن، کلاغ پر، سختی هم پر دوستان.
ببینیم دوستان چه خبر در کارت های دیگه. من از این قسمت برای خواندن انرژی های برجسته شما عزیزان در استفاده میکنم. ببینیم شما دوست عزیز محترمی که دارین نگاه میکنین در چه انرژی های تشریف دارین. اولین کارتی که اینجا با شما همراهی میکنه این هستش که دوست دارین که از یک مسئله بگذرین، دوست دارین که خودتون رها کنین، یک مسئله که دیگه به دردتون نمیخواد، دلتون میخواد بذارینش کنار، دلتون میخواد که بتونین راحت از کنار خیلی از چیزهایی که شاید آزاردهنده هستن برای شما یا اینکه منفی هستن در زندگیتون بتونین بذارینش کنار و بگذرین ازش. در ارتباط با انرژی مثبتی که به سمت شما میاد دوستان عزیز، انرژی مثبتی که به سمت شما داره میاد کنترل هستش، کنترل همه چیزو در دست داشتن، کنترل بیشتر مادیاتتون، احساساتتون، هر چیزی که باعث میشه که شما زندگیتون بهتر بشه، همه چیز داره دستتون میاد. بسیار زیبا و خوب دوستان، و نمیخواین که یک مقدار از این به قول معروف انرژی شما صرف مسائل دیگه بشه. اینجا دیدیم که دلتون میخواد آنچه که دیگه به دردتون نمیخوره از زندگیتون خارج بشه و اینجا با کنترل کامل دارم میبینم که به زندگیتون دارین میپردازین. در ارتباط با چیزی که کمکتون میکنه این هستش که یک سری از مسائل و عزیزان دل که روشن نیستن براتون میذارینش بره، شک و تردیدهای بی خود به خودتون راه نمیدین و اون چشمتون رو میبندین روی خیلی چیزها. چشم پوشی کردن یه وقتایی دوستان عزیز خیلی خوب هستش، باعث میشه که آدم انرژی نشتی انرژی نداشته باشه و انرژیش رو هدر نده. و چالش شما عزیزان این هستش که شوق و شعف رو داشته باشین، که دیدیم اون بالا شوق و شعف در زندگی شما هستش دوستان، و اینکه به هر حال انگیزه داشته باشین و خشم و عصبانیت و همه چیزها رو از خودتون دور کنین. ببینیم با هم دیگه در کارت های دیگه چه خبر، در کارت های دیگه برای شما ببینیم چه خبر. اولا در ارتباط با مسائل احساسی دارم میبینم که اوجگیری شما رو دارم اینجا میبینم. اینجا دارم میبینم که تغییری که در زندگی احساسیتون داره به وجود میاد برای یک سری ها به سمت یک ازدواج حتی ممکن هست برین. اگر در یک ازدواج هستین تغییرات برای شما در راه هستن. ولی چرا این کارتی که در کنارش اومد میگه که اوج میگیرین، حرکت میکنین ولی یک خلاهایی وجود داره، یک احساس میکنین که جای یک سری از مسائل کم هستش، اوج میگیرم، تغییراتی داره ایجاد میشه ولی شاید اون جوری که شما مد نظرتون هست و دلتون میخواد نیست دوستان. و اینجا یه حسی دارم میبینم که در شما داره به وجود میاد که میگه نه، این برای من شاید کافی نیستش. از جانب دیگه ممکنه یک سری از شما اوج گرفتن شما از یک بیابان برهوت دارم میام به سمت یک جنگل آباد. یه ببینین دوستان ممکنم هست که در این مقیاس هم باشه و اینجا دارم میگم که دوره جدیدی که پیش رو دارین دوستان دور یک حرف از شروع میزنه، دوره ای که در اون شوق و شعف، یعنی که قشنگ باز هم این چالش از سر راه شما برداشته میشه و در اون پا میزنین. مثل میمونه که تا حالا شاید زندگی احساسی شما یه مقدار سخت بوده برای شما، ولی از این به بعد دارم میبینم که این زندگی احساسی داره شاخ و برگ میگیره دوستان و داره پرورش پیدا میکنه و بسیار خوب و خوشحال هستم از این بابت برای شما دوستان عزیز. خب دوستان ببینیم با هم دیگه کارت های دیگه در ارتباط با زندگی شما بهتون چه چیزی رو میگن. در ارتباط با مسائل کاری با هم دیگه نگاه میکنیم، بریم ببینیم که در دامنه کاری برای شما چی میگن. در دامنه کاری دارم میبینم که در دامنه کاری شما همون استحکام، همون ساخت و ساز وجود داره دوستان، همون جوری هستش که شما دلتون میخواد زندگی روزمرتون در چارچوبی که هستین حس حال خوبی رو دارین میکنین. دور و بر شما افرادی هستن که با این افراد دارم میبینم که هم انرژی و هم ارتعاش هستیم و این بسیار خوب هستش که ما همیشه توی زندگیمون افرادی باشن، کسانی باشن که بتونن کمکمون کنن که اوج بگیریم و نه اینکه افرادی که انرژی ما رو از ما بگیرن. خب ببینیم با هم دیگه در کارت بعدی حرف از اینجا مسائل کاری شما در کارتون تلاش شما زیاد هستش، استقلال دارین دوستان، کاری، اداری، روزمره، هر چیزی که میخواین توش بذارین، قضایی، و اینکه باز هم مثل دقیقا کارت حاجت روایی نیست ولی شبیه به همون کارت هستش، مثل اونه که دنیا به کامتون هستش و اینکه آنچرا که میخواین آیدتون داره میشه در واقع، ولی به لطف خودتون و به زور بازوی خودتون هستش، نه اینکه کسی بیاد و اینو بر شما همینجوری بذاره روی سینی و هدیه بده.
و اینجا قدرتمندی شما رو دارم میبرم در دامنه کاری، اداری، قضایی، هر چیزی که هست، دوستان، زندگی روزمرتون دارم میبرم که با یک هوش و درایت خاصی عمل میکنین، تلاش میکنین، نقشه هایی که دارین نقشه های بسیار خوبی هستش و فراوانی از آن شما هستش. بسیار عالی، خیلی خوشحال هستم از این کارتایی که اینجا دارم براتون میبرم. این کارت کارته هستش، کارت یک از قدرتمندترین کارت های تاروت هست که دارم میبینم که شما، این شما خودتون هستین که با برنامه دارین جلو میرین. هرچند که کائنات به سمت شما انرژی 4 میفرستن، پس فعلا شما در انرژی 3 هستین، در قسمتی هستین دوستان عزیز که دارین برنامه ریزی میکنین. برنامه حتی اگر برنامه ریزی هم نکنین در هوا هستن، در کائنات هستن و کائنات دارن میان اینو به 4 میرسونن، یعنی که به وجود آوردن خیلی از چیزها به صورت واقعی. در ارتباط با زندگی مادیتون دوستان دارم برای شما یک پروژه جدید، یک مسئله که حالتون رو خوب میکنه دارم میبینم و اینکه دارم میبینم که با برنامه ریزی دارین جلو میرین و اینکه نمیخواین بیگدار باب بزنین. هر کاری که در دامنه مالی میخواین انجام بدین، هر مسئله‌ای که به زندگی مادیتون ربط داره دوستان جدی دارن میگیرین. و اینجا هم دارم میبینم که حرف از 9 شمشیر میزنه و اینکه در 9 شمشیر دوستان عزیز یه مقدار مضطرب هستین، برای اینکه استراب رو از خودتون دور کنین دارم میبینم که اینجا دارین خیلی با برنامه دارین عمل میکنین. بسیار عالی و خوب، من خیلی از فالتون خوشم اومد دوستان. نگرانای بی خودی در مورد مسائل مادی رو بذارین کنار، چون شما به طور کلی با تسلط زندگیتون رو دستتون گرفتی. من روی ماهتون رو میبوسم و بهتون میگم روز روزگار خوش و تا فال دیگه، خدا نگهدار. سلام به دوستان و عزیزان متولدین بهمن. دوستان عزیز ببینیم در اردیبهشت ما چه انرژی هایی با شما عزیزان دل همراهی میکنه و چه خبر هست. من از کارت های آرکان های ماژور استفاده میکنم، یه تاروت کبیر برای خواندن انرژی که از طرف کائنات به سمت شما میاد. انرژی قدرت اینجا افتاده و اینکه تسلط و موفقیت و شجاعت دوستان، و اینکه دارم میبینم که از نظر درونی دوستان هم قدرتمند هستین، هم با کائنات شما رو به سمت یک تسلط کامل بر آنچه که دست میگیرین میزنن، تسلط بر احساساتتون، از نظر فیزیکی هم شما رو در امان گذاشتن و اینکه انرژی خاصی رو دارم براتون میبینم. ببینیم با هم دیگه در ارتباط با عدد شناسی چه خبر است، در چه عددی شما تشریف دارین از نظر عدد شناسی. خب از نظر عدد شناسی دوستان عزیز عدد 11 براتون افتاده. عدد 11 میگه من از خودم هم میگذرم و اینکه به دنبال این هستین که مسائل رو پیش جلو ببرین، بیشتر از آنچه که یعنی در نظر دارین، بدون که خودتون رو تحت فشار قرار بدین. اوج گرفتن شما رو دارم میبینم و اینکه از تمام پتانسیل خودتون دارین استفاده میکنه. از اینکه شک و تردید داشته باشین میپرهیزین و همراهی میطلبین و اینکه انرژی خودتون رو به صورت درست حسابی ازش استفاده میکنین و کانالیزش میکنه. حالا با هم دیگه ببینیم که چه خبر دوستان. در انرژی های دیگه از تاروت استفاده میکنم، ببینیم که چه انرژی هایی با شما عزیزان دل همراهی میکنه. تاروت چه حرفی رو بهتون میزنه. یک کارت اینجا افتاد، میذارم سر جاش، ببینیم تاروت چی بهتون میگه. اولین انرژی که با شما همراهی میکنه مثل اونه که دوستان عزیز حس میکنین که کسی شما رو داره نگاه میکنه، کسی شما رو داره میپاد. یه مقدار ترس اینجا من دارم میبینم، ولی کائنات شما رو به سمت این میفرستن که بر انرژی خودتون مسلط باشین، بر ترس ها و هیجانات خودتون هم مسلط باشین دوستان. اینجا مثل این میمونه که کسی شما رو داره میپاد و اینکه ترس از خیانت دوستان دارین. خب و اینجا احساس میکنین که شاید کمبودهایی در زندگیتون هستش، به خاطر شاید حالا افرادی که دور و بر شما با شما آنچنان چجوری بهتون بگم
آنچنان سر سازگاری ندارم، احساس میکنه یه کمبودهایی وجود داره، ولی در کنار اون دارم میبینم که هماهنگی داره وارد زندگیتون میشه. پس انرژی هماهنگی هستش برای شما. ترس های شما، احساس کمبود کردن یک جاهایی ممکن استش که شما رو بترسونه این ترس، ولی اینجا دارم میبینم که کائنات کمکتون میکنن که همه چیزو بهشون تسلط پیدا کنیم. و اینجا در این کارت هم تجلی پیدا میکنه که حرف از این میزنه دوستان که هماهنگی وارد زندگیتون میشه. خب ببینیم با هم دیگه کارت بعدی چه کارتی هست و چه حرفی بهتون میزنه عزیزم. خب حرف از رها کردن میزنه. ببینید چیزی که بیشتر از همه چیز دوست دارین دوستان این که یک غمی تمام بشه، یک عزایی به پایان برسه، خودتون رو بتونین رها کنین، یک گذشته ای رو خاک کنین و بذارینش کنار دوستان. و اینکه میدونین، خودتون هم میدونین که تا ابدالعمر نمیشه با یک سری از مسائل دست و پاگیر گذشته جلو رفت و اینکه بار خود شما رو سنگین میکنه. خب ببینیم با هم دیگه کارت های دیگه بهتون در ارتباط با انرژی مثبتی که به سمتتون میاد چه چیزی هست. انرژی مثبتی که داره به سمت شما میاد این هستش دوستان که آن چرا که شایستش هستین داره براتون اتفاق میفته. یک پاداشی داره به سمت شما میاد که لیاقتش رو داریم و براش تلاش و زحمت زیاد کشیدین دوستان، و اینکه هی سعی کنین که شاید برنامه‌های خودتون رو عوض کنین. استقلالی که داره به سمتتون میاد از برکتی سر خودتون هست. و اما ببینیم که در ارتباط با انرژی که کمکتون میکنه، انرژی که کمکتون میکنه این هستش که شما عزیزان دل به قول معروف سرد و گرم چشیده یه این روزگار هستین، و اینکه میدونین که زمانی که در مخمصه های قرار بگیرین، مثل این حالتی بالا رو من دارم میرم، ترس هایی دارم و اینکه کم اسم میکنم کم بودایی دارم، چجوری باهاش رفتار کنیم، با زندگیتون چجوری رفتار کنین دوستان. و همچنین در ارتباط با صحبت کردن دارم میبینم که از نظر صحبت کردنم شما قدرت کلامتون بالا هستش و این مسئله کمکتون میکنه. ببینیم با هم دیگه کارت های دیگر رو چی بهتون میگن در ارتباط با اینایی که من بهتون گفتم. چالش شما این هستش که ببینین اینجا کائنات شما رو به سمت کنترل دارن میفرستن. اینجا هم میگه که چالشتون کنترل هستش. برای چی کائنات شما رو به سمت کنترل میفرستن؟ چون باید شاید خیلی واقع بینانه به زندگیتون توجه کنین، نگاه کنین، و نه اینکه با حس و هیجانات خودتون که خودتون رو بترسونین. مسلط باشین بر دنیایی که پیرامون من هستش، عادلانه رفتار کنم و عادلانه نگاه کنم. خب و ببینیم با هم دیگه در ارتباط با کارت های دیگه دوستان عزیز ببینیم چه خبر هست. باز هم من از تاروت استفاده میکنم. ببینیم با هم دیگه در ارتباط با مسائل احساسی شما، حرکت دارم میبینم، زندگی احساسیتون دارم میبینم که پیامی داره به سمتتون میاد، شخصی داره حرکتی میکنه برای شما در راستای شما، و همون جوری که دوست دارین دارم میبینم که زندگی احساسیتون داره حرکت میکنه. ببین باز هم عشق و احساس اینجا افتاده برای من. انتخاباتی که میکنین انتخاباتی هستن که بر اساس آن یا اتفاقاتی که داره میفته، آنچرا که شما دوست دارین داره برای شما حتما اتفاق میفته. و ببینیم که کارتای دیگه و کارت بعدی دوستان دارم میبینم بله مسائل خیلی شیرین و قشنگ در ارتباط با زندگی احساسیتون دارم اینجا براتون میبینم و چقدر خوب. و اینجا هم دارم میبینم که برای یه سری ممکنه واقعا یک شروع باشه با شخصی که باهاش یک رابطه روحی عمیق دارین دوستان، کسی که شاید در گذشته شما میشناسینش، یعنی که زندگی شما همون جوری که خودتون دلتون میخواد شیرین داره حرکت میکنه. در ارتباط با مسائل کاری، اداری، قضایی، روزمره شما دوستان دارم میبینم که کلن دوتا پاهاتون روی زمین هستش، دارین میسازین و درست میسازین. و ما ببینیم کارت بعدی حرف از ببینیم موفقیت، درخشش شما در دامنه کاری، اداری، سازمانی، هر چیزی که هست موفق میشین، میسازین، روشنسازی میکنین، شفافیت میارین بر همه مسائل. و اینکه در خب در مورد مسئله‌ای که دست و پای شما رو گیر انداخته دوستان، اوکی، اونجایی که شما فکر می‌کنین که یه ایستی هست، یک مسئولیتی هستش، دارم اینجا می‌بینم که با تمام قدرت می‌رین و اون رو درستش می‌کنین. هر چیزی که هست، چه بخواین چه نخواین، در این ماه ممکنه یک ایستی توی زندگی کاریتون باشه دوستان که منشأ شما نیستین، ولی شما موفقیت رو دارم براتون میبینم. یعنی مثل اونه که ایست بدی هم آنچنان برای شما نیست. و اما در ارتباط با مسائل مادی شما چه خبر هستش؟ در ارتباط با مادیات دوستان عزیز دارم میبینم که
حرف صحبتهایی داره به سمتتون میاد، مسئله داره به سمتتون میاد و اینکه دارم میبینم که داریم فاصله میذارین عزیزان دل با یک سری از مسائل مادی. شاید اینجا دارم میبینم که با تمام وجود در دامنه مادی داریم تلاش میکنین که چیزی آیدتون باشه. و اما ببینیم که کارت بعدی بهتون چی میگه. و اینجا دارم میگم خیلی اعصاب دست راه میرین در دامنه مادی، چون احساس میکنین یک سری از مسائل دارن شتاب پیدا میکنن. پس چون میخوام همه چیز دستم باشه، بنابراین چه کار میکنم؟ بنابراین یک با برنامه جلو میام. اینجا من چیزی که دارم میبینم به طور کلی، من در هیچ کدوم از دامنه های زندگی شما ندیدم که این سه تا کارت بالا حضور داشته باشه، مگر در دامنه کاری که اونم موفقیت ها بیشتر از اون مانع هستش توی زندگی کاریتون. دوستان من احساس میکنم یه وقتایی هست حسای درونی ما، حالا با هورمونای ما هستش یا با ماه که عوض میشه، بالا پایینی هایی داریم که اینجا ممکن هستش که اونجا هستش که بخواد برای شما یه مقدار این حس و حال ترس، استراب، نمیدونم کمبود، این چیزا وجود داشته باشه. به هر حال خیلی خوشحال شدم از اینکه تونستم این انرژی های زیبای شما رو ببینم و اینکه امیدوارم که خوشتون اومده باشه. دوستان عزیز، من روی ماه شما رو میبوسم و بهتون میگم روز و روزگار خوش و تا فال دیگه دوستان، خدا نگهدار. سلام به دوستان و عزیزان متولدین اسفند. دوستان ببینیم با هم دیگه چه خبر است در انرژی های شما در اردیبهشت ماه. من کارت ها را مخلوط میکنم و بعد با هم دیگه میپردازیم به انرژی های شما دوستان عزیز. اوکی؟ اولین کارتی که هستش از طرف کائنات میاد. این کارت از ارکان های ماژور یا تاروت کبیر هست استفاده میکنم. من اینکه با هم دیگه میریم نگاه کنیم ببینیم چه خبر است. چه انرژی رو کائنات به سمت شما دارن میفرستن. خب من این کارت رو برمیدارم. انرژی که دارن میفرستن به سمت شما کائنات دوستان تغییر و تحول هستش. مثل این میمونه که یک سری از مسائل گذشته رو باید کنار بذارین و جلو برین. تغییر بسیار اساسی رو من اینجا دارم براتون میبینم. ممکن هستش که این تغییرات دوستان همیشه ممکنه یه مقدار ما رو بالا پایینی برامون بیارن. چیزی داره پایان پیدا میکنه. حداقلش کائنات شما رو به این سمت به نقطه پایان گذاشتن به یک مسئله دارن میفرستن. خب و اما ببینیم که کارت بعدی دوستان چه خبر است. در کارت بعدی از نظر عدد شناسی براتون نگاه میکنم ببینیم با هم دیگه در چه انرژی های تشریف داره. از نظر عدد شناسی عزیزان دل، عدد دو براتون افتاده. گوش دادن اینجا دارم میبینم و اینکه میگین که من با دقت نگاه میکنم، توجه میکنم، من وقت خودم رو میگذارم برای اینکه بخوام نگاه کنم، بنگرم و از اینکه بخوام خودم رو جلوی صحنه بذارم میپرهیزم. من آرام بودن و یواش بودن ماجراها رو حس میکنم و میپذیرم و تقاضای کمک میکنم و اینکه خودم هم همراهی میطلبم. بسیار عالی. عدد دو هست، یعنی که ببینید من احساس میکنم که مشاهدگر هستین بیشتر اینجا و نگاه میکنیم. ببینید یه سری وقتایی هستش باید مشاهدگر باشیم دوستان تا اینکه بخوام به هر صورتی که شده عمل و عکس العمل داشته باشیم توی زندگیمون. اینجا گوش میدین، دقت دارین روی خیلی از مسائل. خب بریم ببینیم کارت های دیگه. در من از تاروت استفاده میکنم برای خواندن انرژی های دیگه شما دوستان عزیز. اولین کارتی که اینجا من برای شما گذاشتم کارت انرژی شما هستش. دارم میبینم که همون جوری که هست گوش میدم. اینجا مشاهدگر هستیم ولی با دقت نگاه میکنیم. هیچ کاری رو بدون عقلانیت انجام نمیدیم و مو رو از ماست میکشین عزیزان دل. اینجا کسی هستش که میخواد حقیقت رو ببینه و فقط حقیقت رو ببینه. یک سرمایه خاصی هم اینجا دارم میبینم، یعنی که نمیخوام احساسات آنچنان در تصمیم گیری های من، در زندگی من نقش، رنگ و بوی داشته باشه. ممکن هستش که اینجا حرف از یک شخص یونیفرم پوش هم بزنه که در کنار شما هست، شخصی متخصص. و اینجا دارم میگم که دوره جدیدی پیش روی شما داره باز میشه دوستان، که در اون احساس قدرت میکنه. شاید به خاطر این دوره جدیدی که داره پیش روی شما باز میشه عزیزان دل،
برای اینکه بخواین قدرتمند باشین یا مشاوری دارین در کنارتون که کمکتون میکنه، یا اینکه خودتون هستین که چشماتون رو باز کردین و اینکه میخواین تمام موقعیت ها رو ببینین و دستتون بگیرین و اینکه میخواین تمام پتانسیل این رو داشته باشین و شانس این رو داشته باشین که این دوره رو به خوبی و خوشی جلو ببرین. و اما کارت بعدی نگاه کنیم ببینیم چه خبر است. و کارت بعدی برقراری تعادل من اینجا دارم میبینم. ببینین دارم میبینم که با دقت کامل دور و بریاتون رو دارین نگاه میکنین در این دوره جدید و این شما هستین که جایگاه دیگران رو مشخص میکنین و اینکه با چه کسی میخوام سخاوتمند باشم یا نباشم. و اما ببینیم کارت های بعد رو. خب اولین کارتی که ببینیم که با هم دیگه با شما همراهی میکنه در ارتباط با ابعاد مختلف زندگیتون. ببینیم که اولین کارت برای شما چه خبر است، چه انرژی با شما همراهی میکنه. دوستان عزیز انرژی مشاهده هستش، دارم اینجا نگاه میکنین، مشاهدگر هستین و اینکه چیزی که شما دوست دارین داشته باشین در واقع مشاهدگر بودن و اینجا دارین، توجه رو دارین، شنود رو دارین و نگاه هم میکنین. دوستان دوست دارین که شاید نگاهتون رو روی یک سری از مسائل دوستان عوض کنین، طرز فکرتون، طرز حالا شاید دلتون میخواین یه مقدار اینجا احساسی عمل کنید. و در ارتباط با انرژی مثبتی که به سمت شما داره میاد، انرژی این هستش که یه مسئله میزنین کنار، خب به صورت کلی به سمت نور میرین، آنچرا که دیگه برای شما کار نمیکنه و انرژی شما رو هدر میده دارم اینا به طور کلی دارین کنار میذارین. به هر حال اینجا دیدم که یه مقدار عقلانیت شما بر احساسات شما خیلی داره اینجا غلبه میکنه. جایگاه هر کسی بهش میدیم، متوجه هستم، نگاه میکنم، گوش میدم، نگاهم رو عوض میکنم و آنچه که برای من خوب نیست میذارم بیرون و به سمت دیگه حرکت میکنم. در ارتباط با انرژی که شما رو به شما کمک میکنه، حالا واقعا همونجور که اون کارت بالا من بهتون گفتم، احتمال اینکه کسی در کنار شما باشه که شما رو راهنمایی میکنه زیاد هست، مثل یک مشاور، مثل کسی که در کنار شما هستش و باعث میشه که شما اوج بگیرید. وگرنه خودتون هستین دوستان عزیز، توجه کنین که دارم میگم اون حس مهربانی که شما دارین، اون درایتی که دارین، معنویتی که شما اینجا دارین، دارم میگم که کمکتون میکنه دوستان، یا حتی خواستن رفتن به سمت معنویت کمکتون میکنه که حس حال شما بهتر باشه. و اما چالش شما ببینیم با هم دیگه چه خبر هستش. در چالش شما دوستان، چالش شما این هستش که چشماتون رو باز کنید. همیشه در یک شک و تردید نباشین دوستان، روزی شک دار نگیرین، نخواین کورمال کورمال جلو برین، بلکه چشمتون رو باز کنین، شفافیت رو بیارین. من اینجا دارم میبینم که شما عزیزان دل در ذهن خودتون هستین، سعی نکنین که در این ذهن بودن باعث بشه که یه مقداری روی قلبتون پا بزنین دوستان. اوکی دوستان عزیز، اسفند ماهی با اینکه شما برج اسفند دو تا ماهی هستین و عنصر آب هستین، این دو تا ماهی ها باعث میشن که شما یه وقتایی قلبتون یک چیزی رو بگه و اینکه مغزتون یه چیز، منطقتون یه چیز دیگه بگه و شما خیلی دودل باشین و عدم تصمیم گیریتون، تصمیمات مهم رو نتونین بگیرین. خب ببینیم دوستان چه خبر در کارت های دیگه برای شما و اینکه چه انرژی هایی با شما عزیزان دل همراهی میکنه در مسئله در دامنه های مختلف زندگیتون. از دامنه احساسی شروع میکنم، ببینیم که در دامنه احساسی دوستان چه خبر هستش برای شما. یه کارت براتون بریزیم. در دامنه احساسی عزیزان دل، این کارت افتاد از دستم، گذاشتمش توی پاکت و دو مرتبه در اومد خودش. چی کارتی که باید بیفته میفته، مثل این مونه که یک مسئله داره شما رو غافلگیر میکنه یا یک مسئله داره تکان میخوره، واقعا شما یک تلنگری داره بهتون میخوره. چشمتون رو باز میکنین، حتی ممکنه یه وقتایی این کارت حرف از جدایی هم بزنه دوستان. ببینیم کارت بعدی. بعد این جدایی من دارم میبینم یه تپا به پایان رسیدن یک مسئله دارم در زندگی احساسیتون میبینم و اینکه تغییر و تحولی که در زندگی شما به وجود خواهد آورد که آنچنان آسان نیستش. و کارت بعدی دوستان عزیز، حرف از موفقیت شما داره میزنه، یعنی که دارن میرن این شرایط رو پشت سر میزنه. من یک سری ها ممکن استش که از نظر احساسی دوستان این ماه ماهی نباشه که آنچنان گل و بلبل باشه، شاید آرام آرام باشه
و در آخر این ماه شما بهتر و راحت‌تر می‌فهمید چی می‌خواید توی زندگی احساستون. به هر حال تغییرات برای شما در راه هستن. و اما ببینیم در ارتباط با کارت دیگه، در ارتباط با مسائل کاری شما چه خبر است؟ در ارتباط با مسائل کاریتون دوستان، حرف از کاری روزمره‌تون، حرف از عزیزان دل، حرکت میزنه، برنامه ریزی میزنه، اجرای برنامه هاتون، زندگی کاریتون کلن دستتون هستش و اینکه به کارتون علاقه دارین و اینکه نمیخواین خیلی چیزها رو در دامنه کاریتون بخواین عوض کنین. شما خودتون میدونین کجا میخواین حرکت کنین و به چه سمتی میخواین برین. و اما کارت بعدی رو با هم دیگه نگاه میکنیم دوستان عزیز. ببین کارت بعدی بهتون چی میگه؟ کارت بعدی بعده دارم میبینم که پروژه قشنگ داره به سمتتون میاد، شروع دارم میبینم، ولی آنچنان دوست ندارین که حرکت کنین. خب خودم نشستم اینجا و میذارم بقیه مسائل به سمتم بیاد. به هر حال مسائل خوب برای شما در راه هستن، بنیادتون بسیار مستحکم هست و اینکه میدونین کجا دارین پا میذارین. خب ببینیم که برای سریا دوستان عزیز ممکن هستش که در ارتباط با یک سابکاری یک خبرای خوبی به سمتتون بیاد. مسائل مادیتون هم دارم میرم شروع یک پروژه که حال شما رو خوب میکنه توی دامنه مالیتون و ببینیم که اینجا و خودتون رو دارین رها میکنین. دو تا کارتی که دارم میبینم که حرف از ببینیم اون کارتی که اون بالا بود اینجا اومد. ببینین شروع دوره‌ای هست که در اون شاید مقدار زیگزاگ دارین راه میرین توی دامنه مالیتون و دامنه مالیتون مثل اونه که واقعا پروژه های جدیدی داره به سمتتون میاد و حرکت بازم هست تا حرف از شروع میزنه برای شما. شروعی که در اون امید هست دوستان عزیز، توجه کنین دامنه مادی شما داره به سمت بهتری حرکت میکنه و اینکه من دارم میگم با خودتون رو راست هستیم و خیلی قشنگ استارت هر چیزی که هست داره خورده میشه و شما رو به سمت بهتری سوق میده دوستان. عزیزان دل این فال شما بود، امیدوارم که خوشتون اومده باشه. من روی ماهتون رو میبوسم و بهتون میگم روز روزگار خوش و تا فال دیگه.